سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. آغاز عملیات ساخت نیروگاه اتمی کارون در دارخوبین. نیروگاه اتمی کارون از نوع آب سبک با ظرفیت تولید 300 مگاوات برق در کنار رود کارون ساخته می شود. این پروژه حدود 7 سال هستش و امیدوار هستیم که بتونیم در چارچوب همین زمان بندی این پروژه رو به یاری اختالا به اجرا در بیاریم. ارتقای کیفیت اجرای مواد قانون اساسی وجه مشترک تأکید رؤسای قوای مجریه و مقننه در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی. رئیس جمهور: روش‌ها و سازوکارهای اجرای قانون اساسی قابل تغییر و ارتقا هستند. نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعت فولاد. دستیابی متخصصان کشور به فناوری تولید محصولاتی مانند غلتک‌های صنعتی و قالب‌های مسی ریخته‌گری. شهادت جوان فلسطینی در تیراندازی مستقیم و نزدیک نظامیان رژیم صهیونیستی و ممانعت از حضور کادر درمان. آمار شهدای 4 روز اخیر فلسطینی‌ها به 10 نفر رسید. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم. احیاء واحدهای تولیدی راکت. واحدهای تعطیل با چه سازوکاری به چرخه فعالیت باز می‌گردند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. روز بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، به مشروع خبرهای نیمروزی لطفاً توجه بفرمایید. رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم آغاز عملیات احداث نیروگاه 300 مگاواتی کارون در شهر دارخوبین استان خوزستان گفت در طراحی، تأمین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های اتمی از حداکثر توان متخصصان داخلی استفاده می شود. در گام اول یک نیروگاه 300 مگاواتی اینجا با یک برآورد حدود 1.5 میلیارد دلار اتفاق خواهد افتاد، ایجاد خواهد شد. زمان بندی این پروژه حدود 7 سال هستش و امیدوار هستیم که بتونیم در چارچوب همین زمان بندی این پروژه رو به یاری اختالا به اجرا در بیاریم. نکته ای که حائز اهمیت اینه که این نوع نیروگاه ها هم یک بلوغ علمی و فناوری رو به وجود میاره، به همراه خودش داره پرورش کادر و نیروی انسانی مختص به خودش رو به همراه خواهد داشت و نکته مهمترش اینه که یک افتتاح کننده یه مسیر خواهد بود که ما بتوانیم نیروگاه مقیاس متوسط رو در نقاط مختلفی که طبق طراحی پیش بینی کردیم در کشور به اجرا در بیاریم. آقای اسلامی همچنین در واکنش به ادعاهای اخیر رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌ها و سایت‌های هسته‌ای ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تمام فعالیت‌های خود را همراه با تعامل و مشارکت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا کرده و این روابط در چارچوب پادمان برقرار است. این ادبیات و این نگارش ها همون نگارش های جعلی هست که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه و به دنبال برهم زدن شرایط و روابط هست که ما خیلی نسبت به این موضوع واقعا متاسف هستیم که یک سازمان معتبر بین المللی این گونه درش این اتفاقات رخ میده. با مدیر کل آژانس این و شرایط رفت و آمد یا در حقیقت گفتگوها رو از گذشته داشتیم، ادامه هم خواهیم داد. منتها آن چیزی رو که ما بهش داریم تاکید میکنیم اینه که اسیر آژانس، اسیر این اسناد ساختگی و اسیر این جو و قوقاسالاری که رژیم صهیونیستی برپا کرده و سه کشور اروپایی هم همون رو به صورت پیوسته دارن بهش دامن میزنن نباشه و مسیر طبیعی و حرفه‌ای و قانونی خودش رو طی بکنه. وزیر آموزش و پرورش گفت احکام رتبه بندی برای همه معلمان رسمی و پیمانی تا پایان آذر صادر می شود. به گفته آقای نوری، مشکل نو معلمانی که تاکنون فوق العاده رتبه بندی را دریافت نکردند نیز برطرف خواهد شد.
ما بقیه احکام ترمیم و رتبه‌بندی صادر نشده برای همکاران ما بوده. آنچه که اون بار به من گزارش دادن چیزی حدود مثلا از 640 هزار نفر صادر شده بود، ما بقیه مونده که براشون انجام میدن. کسایی که اسفند پارسال ظاهرا پیمانی شدن، نمیگم ما مشمول رتبه‌بندی نشدیم. ببین این یه اختلافی هست، میگن یک سال از ارزیابیشون بگذره، این اختلاف رو باید بشینیم حل کنیم. تعجیل نکنن دوستان من و خیلی هم بیتابی نکنن. الحمدلله داره یواشاش کارا حل میشه، کمک واخن دولت، مجلس، همه با هم مخصوصا خدای رئیس جمهور موضوعات رو پیگیری میکنن برای آموزش، مخصوصا معلمان عزیز ما هم به جد پیگیری. رئیس جمهور لازمه تحقق عدالت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها را اجرای کامل قانون اساسی اعلام کرد. آقای رئیسی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی از همه نخبگان، خبرگان و صاحب نظران خواست به پیگیری اجرای این قانون کمک کنند تا هیچ یک از اصول آن در مسیر اجرا با کندی یا تعطیلی مواجه نشود. شکل گرفتن ایرانی قوی فقط در پرتو اجرای قانون اساسی خواهد بود. رئیس جمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی این قانون را میثاق ملی و تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام، حقوق و آزادی‌های مشروع دانست و نکته‌ای در خصوص جایگاه و کارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگاه بین الملل. در سفری که به آفریقا داشتم به یک استاد برجسته حقوق برخوردم، ایشون گفتن من رفاقت بسیار نزدیک دارم با آقای ماندلا، من و جمعی رو مأمور کرد برای نوشتن قانون اساسی برای آفریقا. تمام قوانین اساسی دنیا رو من و دوستانم مطالعه کردیم. مترقی ترین قانون اساسی دنیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آقای رئیسی از لزوم اجرای کامل قانون اساسی گفت و اینکه اگر در اجرای بخش‌هایی از قانون مشکلاتی وجود دارد نباید آن را به حساب قانون اساسی گذاشت و سوالاتی از همه دستگاه‌های مجری قانون. یک، متکفل و مسئول و مأمور کدام اصل یا کدامین از اصول قانون اساسی هستید؟ دو، آیا در اجرای این اصل یا اصول توفیقاتی که داشته اید پیشنهاداتی و نظراتی وجود دارد برای اجرای کامل و متوازن؟ ثالثاً این که آیا با موانع و مشکلاتی برخوردید در اجرا مراتب رو اعلام کنند؟ و مرحله بعد راه‌های مردمی کردن اجرای قانون اساسی. آموزش حقوق و اصول قانون اساسی از رسانه ملی و همه رسانه‌ها، رسانه دیجیتال، رسانه مکتوب، صاحبان تریبون، اساتید برجسته، مردم اگر آشنا شدن به حقوقشون، مرحله بعد مطالبه حقه. آقای رئیسی پاسخگویی را از دیگر مصادیق اجرای قانون اساسی دانست. یک، پاسخگویی در مقابل خداوند متعال. دو، پاسخگویی در مقابل عموم شهروندان. سه، پاسخگویی در مقابل ارباب رجوع. چهار، پاسخگویی در مقابل سلسله مراتب اداری. هشداری هم به غربی ها و مواضع متناقضشان در موضوع حقوق بشر. پاسخ بدن کسانی که امروز طرفدار دموکراسی هستند، کشوری که امروز جزو آزادترین کشورهاست از نظر مراجعه با آراء مردم. این کشور مورد دشمنی دشمنانه و کسانی که مدعی حقوق انسان یا دموکراسی هستند. اما دیکتاتورترین، مستبدترین نظامات سلطنتی در همین منطقه امروز مورد حمایت همه جانبه کشورهای غربی هستند. رئیس مجلس هم در این همایش قانون اساسی را بالاترین سند برای احیای حقوق عامه توصیف کرد که برای مشخص شدن کارآمدی آن باید به صورت متوازن و بدون تحریف اجرا شود. دشمن همه ویژگی‌های قانون اساسی ما و میثاق ملی ما رو مورد هجم قرار داده و اجرای قانون اساسی باطل و سحر برنامه دشمن علیه هویت ملی ما و امنیت ملی ما
و پیشرفت ماست. در این همایش از سامانه مردمی پیگیری اجرای قانون اساسی هم رو نمایی شد. ما موظفیم که موارد نقض رو که مردم اطلاع به ما میدن پیگیری بکنیم و در واقع به دستگاه های مربوط تذکر قانون اساسی بدیم. مدافع حقوق همه گروه ها، همه اقوام. رئیس جمهور گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه تنظیم و تدوین شده که هیچ بنبستی در اجرای اون به وجود نمیاد و باید همه تلاش رو کرد که همه اجزای اون به دقت اجرایی بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای عدالت صرف نظر از سلایق سیاسی در دیدار با اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان. حتما اگر هر صنفی، هر قشری، هر سریقه‌ای، هر جریانی حتی که ممکنه سلیقه و عقیده او هم به ما نخوره، با هم فاصله داشته باشیم. شما که عرض کردم در متن انقلاب هستید، در متن نظام هستید، حتی سایر کسانی هم که اگر احیانا ممکنه نقطه نظرات مختلفی هم با ما داشته باشن، تظلم خواهی بکنن، قوه قضاییه ملزم هستش که به تظلم اونها رسیدگی بکنه در حدی که امکان داره و توان داره و قوانین اجازه میده. آقای اژه‌ای همچنین با تاکید بر نقش‌آفرینی اصناف در وضع و اصلاح قوانین مربوطه از آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری نشست‌های هماندیشی برای رفع مشکلات صنفی خبر داد. چه کسانی را پیشنهاد می‌کنید که ما بشینیم با خود اونها سازوکارهای مناسب پیدا بکنیم؟ یک جاهای اختلاف برداشت از قانونه، خب ما بشینیم اونا بشینن، از دیگران مگر لازم وقت کمک میگیریم؟ آها، برداشت از قانونمون رو واحدش میکنیم. اگر یک جای لازم وحدت رویه ایجاد کنیم، وحدت رویه ایجاد بکنیم. اگر یک جای نقص قانون رو بررسی میکنیم با هم دیگه، با کمک هم دیگه. اون کارشناسی که شما انتظار داشتید به صورت موردی انجام بشه، ما میخوایم اینقدر فراتر در یک پله بالاتر انجام بشه با خود شماها. مردم ساری امروز پیکر شهید مدافع امنیت شهید احمد صالحی را از صحن امامزاده یحیای این شهر به سمت گلزار شهدای ملا مجدالدین تشییع و خاکسپاری کردند. شهید صالحی 9 آذر حین مأموریت در منطقه زابل به شهادت رسید. تون شهدای ما انقلاب دوست داریم، ما پرچم ایران، ما ایرانی هستیم. دست دادن چنین جوانهایی هم مایه تأسف است و البته از اون طرف هم مایه خوشحالی است که چنین جوانهایی داریم. ما افتخار میکنم که فدای رهبر بود، فدای ملت بود، فدای مملکتش بود، برای دین اسلام رفت. بچه های ما بتونن جای اینا رو پر بکنن و هستن بچه هایی مثل ایشون شهید صالحی که جای اینا هیچ وقت خالی نمونه. وزیر امور خارجه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برخی سیاسیون تندرو در اروپا خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کردند و از جیب این اتحادیه خرج می کنند. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل خواستار دور نگه داشتن این اتحادیه از هیجانات غیر سازنده برخی کشورهای اروپایی شد. وزیر خارجه با انتقاد از ادبیات خارج از نزاکت دیپلماتیک چند وزیر اروپایی گفت اهداف راهبردی اتحادیه اروپا قربانی متامع گروه‌های خشونتگرا و حتی تروریستی شده که به این کشورها اطلاعات غلط می‌دهند. آقای امیر عبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه درباره آخرین وضع روند مذاکرات لغو تحریم‌ها و همکاری کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعت فولاد. غلطک‌های صنعتی در دسته‌بندی و اندازه‌های مختلف و قالب‌های مسی ریختگری از جمله محصولات وارداتی بودند که دانش‌بنیان‌ها به فناوری تولید اون دست پیدا کردند. فولاد پس از نفت خام دومین ماده پرمصرف در کشورهای مختلف جهان است. کشورهای خاور دور آسیا وارد کننده اصلی فولاد ایران هستند. در سالهای اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی برای رفع نیازهای این صنعت فعال شدند. محصولات گروه صنعتی ما در واقع قطعه‌های صنعتی مورد استفاده در صنعت فولاد هست که در واقع ما هیچ محدودیتی در حال حاضر در گرید و
سایز قندتک‌های مورد نیاز صنعت فولاد نداریم. بخش دیگه از محصولات دانش بنیان ما هم محصولاتی مثل پالتکار، چوک و در واقع پاتیل هست. اولین محصول خروجی از کارخانه‌های فولاد شمش فولاد است. از شمش فولاد محصولات متنوعی چون ورق، تیراهن، میله‌گرد، لوله، فولادهای آلیاژی و ضد زنگ تولید می‌شود. محصول ما محصول تیوب مسی یا قالب مسی، اسم دیگه‌اش هم کریستالیزاتور هستش، که این محصول معروف به قلب ریختگری هستش، که این قلب ریختگری در فولادسازی مهمترین محصول فولادسازی حساب میشه. تولید این محصول توی ایران برای اولین بار انجام شده. ظرفیت تولید در حوزه قلتک، ظرفیت فعلی شرکت ما حدود 13000 تن در سال هست که در افق 4-4 پیش بینی کردیم به 20000 تن خواهد رسید. حدودا 1800 تن در سال میتونیم ما تولید کنیم. تقریبا 4-6000 عدد قالب مسی میتونیم تولید کنیم. مهمترین چالش رسیدن به محصول. تقریبا 30 تا مرحله ما تو تولید داریم که باید هر مرحلهش برای خودش از اول تا آخر کیوسیش و کنترل کیفیش کاملا به بهترین نحو انجام بشه و هر مرحلهش برای خودش یه پروژه جدا هستش. به طور خاص تولید کنندگان رقیب ما در اروپا عمدتا تمرکز میکنن روی یک بخش از محصول. مجموعه ما تمام در واقع گریت ها و سایز های انواع قلتک ها ورود پیدا کرده، توانمندی تولیدش رو پیدا کرده و ادعای ما این هست که در مرز دانش تولید قلتک در دنیا هستیم. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دو شرکت می توانند به پایگاه های csroll.com و yss-co.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس اعتبارات بانک‌های تجاری بانک مرکزی از پرداخت 22000 میلیارد تومان وام فرزندآوری خبر داد. از ابتدای امسال تعداد 550000 نفر موفق شدند که این تسهیلات رو دریافت کنند و ارزش ریالی پرداخت شده توسط شبکه بانکی هم 220000 میلیارد ریال هست. با توجه به اینکه در بند الف تبصر 16 قانون بودجه امسال در واقع اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند هست، بانک مرکزی در مقاطع مختلف به شبکه بانکی مؤکداً تأکید کرده که تسهیل لازم رو برای پرداخت این تسهیلات انجام بدن. جنایتی دیگر از نظامیان صهیونیست. به شهادت رساندن یک جوان فلسطینی از فاصله نزدیک و ممانعت از حضور کادر درمان. عمار مفلح، جوان 20 ساله که غیر مسلح بود، دیروز در جنوب نابلس در حالی که تلاش داشت از چنگ نظامی صهیونیست رها شود، از فاصله نزدیک هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. در 4 روز اخیر 10 فلسطینی شهید شدند. سخنگوی جنبش حماس گفت اعدام جوان فلسطینی جنایت هولناکی است و صهیونیست‌ها بهای این جنایات را پرداخت خواهند کرد. کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین هم تاکید کردند خون عمار مفلح دامن صهیونیست‌ها را خواهد گرفت. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعدام جوان فلسطینی در برابر دیدگان جهانیان را جنایت جنگی خواند. اتحادیه اروپا نیز از افزایش خشونت اشغالگران ابراز نگرانی کرد، اما در این حال از محکوم کردن جنایت جدید این رژیم خودداری کرد. محاصره چندین ساله یمن و کمبود دارو و امکانات پزشکی جان هزاران بیمار یمنی به ویژه بیماران مبتلا به تالاسمی را با خطر روبرو کرده است. گزارشی از شبکه پرستیوی. وضعیت دشوار در یمن همچنان تبعات زیادی را برای مردم این کشور به وجود آورده است. هر روز سبب درگذشت شمار زیادی از مردم یمن می شود. در این رابطه وزارت بهداشت یمن کنفرانس خبری را برگزار کرد تا تبعات ناشی از محاصره یمن از سوی عربستان را بر روی بیماران مبتلا به تالاسمی به همگان اعلام کند. بسیاری از این بیماران هر روز باید به مراقبت‌های ویژه
ویژه دسترسی داشته باشند. بیماران تالاسمی باید هر روز به مراقبت‌های درمانی دسترسی داشته باشند. این مراقبت‌ها هزینه‌بر هستند و از طرف دیگر دسترسی به دارو و آزمایشگاه محدود است. ما 20,000 بیمار مبتلا به تالاسمی ثبت شده داریم که البته تعداد کل مبتلایان از این تعداد به مراتب بیشتر است. این بیماران به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند و ما امیدواریم نهادهای بین‌المللی بتوانند نیازهای آنها را برطرف کنند. وزارت بهداشت یمن اعلام کرده است در یک مورد 500 بیمار مبتلا به تالاسمی به خاطر دسترسی نداشتن به یک داروی خاص جان خود را از دست داده اند. آنها از نهادهای جهانی و از جمله سازمان ملل درخواست کمک می کنند. ما به شدت از تالاسمی رنج می بریم. دارو در دسترس نیست. ما به داروهای گران قیمت نیاز داریم. برخی از این داروها تزریقی هستند. ما همچنین با کمبود خون روبرو هستیم. این وضعیت همچنان ادامه داره. ما به درمان نیاز داریم. این موضوع برای ما بسیار مهم است. به خاطر تزریق خون سطح آهن ما بسیار بالاست. باید پایین نگه داشته شود. از زمان آغاز جنگ این داروها و درمانها در دسترس ما نبودند. این موضوع سبب بیماری می شود. به خاطر محاصره یمن توسط عربستان سعودی و کمبود غذا و دارو جان بسیاری از مردم در خطر است. فشار زیادی بر بخش‌های درمانی یمن وارد می‌شود. جامعه بین المللی هم اقدامی جامع و مؤثر در این رابطه نداشته است. مقامات ترکیه بار دیگر از تصمیم خود برای حمله زمینی به شمال سوریه گفتند. شورای امنیت ملی ترکیه عملیات زمینی در سوریه را بررسی کرد و همزمان وزیر دفاع ترکیه هم به متحدان اروپایی هشدار داد از پناه دادن به تروریست‌های مخالف این کشور دست بردارند. ششمین و آخرین جلسه شورای امنیت ملی ترکیه در سال جاری میلادی با تصمیماتی که میتواند در آینده نزدیک به عملیات نظامی زمینی در خاک سوریه بیانجامد. مهمترین خروجی این جلسه 3 ساعته پیام هشدار به متحدان غربی از سوی وزیر دفاع ترکیه بود. بود ترور دستکچیلرینن ترور سویجیلرینن به کشورهایی که همواره حامی گروه‌های تروریستی تجزیه طلب هستند هشدار می‌دهیم. اجازه نخواهیم داد مردم ما قربانی نقشه‌های شوم آنها شوند. هدف ما این است که تروریست‌ها را به طور کامل از منطقه پاکسازی کنیم. اردوغان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی جزئیاتی از عملیات زمینی را اعلام کرد. بو تروریست‌ها کیملرین حمایت دینی ما به خوبی می‌دانیم که چه کسانی از گروه‌های تروریستی حمایت سیاسی و تسلیحاتی می‌کنند. مصمم هستیم تا منطقه امن با عمق 30 کیلومتر این بار در تل رفعت، منبج و عین العرب عاری از هر گونه گروه‌های تجزیه طلب ایجاد کنیم. اکنون ترکیه خود را برای پنجمین عملیات زمینی در خاک سوریه آماده می کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. اتحادیه اروپا در تصمیمی قیمت خرید نفت از روسیه بیش از 60 دلار برای هر بشکه را ممنوع کرد. این تصمیم بخش مهمی از تحریم‌های غرب ضد روسیه با هدف کاهش درآمدهای ارزی این کشور است و اعلام شده از دوشنبه این هفته اجرایی می شود. کشورهای عضو گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن، کانادا و آمریکا به عنوان بخشی از این توافق شرکت‌های کشتیرانی خود را از تسهیل حمل و نقل نفت روسیه در صورت فروش بالای سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه منع خواهند کرد. قرار است این قیمت هر 2 ماه بازنگری شود. روسیه پیشتر هشدار داده بود صادرات نفت را به کشورهایی که با این طرح موافق باشند قطع خواهد کرد. مهمانی پردردسر رئیس جمهور آمریکا، پذیرایی بایدن از رئیس جمهور فرانسه با صید غیرقانونی برای او دردسر ساز شده است. با حکم دیوان عالی ایالات متحده مدتی است که صید شاه میگو در ایالت مین این کشور برای حفاظت از یک گونه نهنگ ممنوع و غیرقانونی شده و صیادان این گونه دریایی ممنوع دستگیر میشند. در این وضعیت افشای فهرست غذاهایی که کاخ سفید برای شام رسمی مکرون رئیس جمهور فرانسه تدارک دیده بود برای بایدن مشکل ساز شده و بازتابهای منفی زیادی بر ضد او داشته.
200 شاهمیگوی ایالت مین به صورت غیرقانونی صید شده تا در ضیافت کاخ سفید برای مهمان فرانسویش گذاشته شود، در حالی که رئیس جمهور آمریکا به خوبی اون رو میشناسه و میدونه صیدش غیرقانونیه. چند نماینده دیگر مجلس سنا و کنگره آمریکا هم به این موضوع واکنش نشون دادند. پذیرایی گسترده کاخ سفید با این محصول ممنوعه دریایی بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای هم داشت. شاهمیگوهای ایالت مین صید و به کاخ سفید برده میشه، در حالی که در این ایالت صیادان زیادی رو به خاطر صید اون دستگیر میکنن. بایدن باید عذرخواهی کنه. هنوز کاخ سفید در این باره توضیحی نداده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. در پی بارش باران سیلاسا در برزیل در چندین شهر این کشور وضع فوق‌العاده اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها تنها در 17 شهر ایالت سانتا کاترینا وضع اضطراری اعلام شده. جاری شدن سیل در منطقه باهیا به آواره شدن 4000 نفر منجر شده است. در برخی مناطق میزان بارش در حدود 6 برابر بیش از پیش‌بینی‌ها بوده. اسفند پارسال هم 94 نفر در ریو دو ژانیرو بر اثر سیل و رانش زمین جان خود را از دست دادند. شورای امنیت کشور در خصوص رخدادهای اخیر کشور بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه شورای امنیت کشور آمده است دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورده که فوت تأثربرانگیز خانم مهسا امینی موجب شد تا دشمن طراحی پیچیده خود را در جنگ ترکیبی اجرا کند. در این بیانیه تاکید شده آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر است که زمینه را برای ورود و سوء استفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم فراهم کرد. بر اساس بیانیه شورای امنیت کشور در نتیجه این آشوبگری‌ها تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست دادند که میتوان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب تفکیک نمود. همچنین در این حوادث هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است. شورای امنیت کشور هدف دشمن از آغاز و ادامه اغتشاشات را تضعیف همبستگی ملی، به عقب راندن پیشرفت کشور و به انحراف کشاندن مطالبات واقعی مردم دانسته و تأکید کرده است اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیر امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها، استفاده از سازوکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است. خودروهای دنا، سورن و رانا به زودی در بورس کالا عرضه می شوند. مدیر عامل ایران خودرو در حاشیه بازدید رئیس سازمان بورس از این کارخانه با اعلامی خبر گفت با کشف قیمت واقعی خودروها در بورس کالا امکان افزایش کمیت و کیفیت تولید فراهم خواهد شد. آقای خطیبی افزود حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث رونق خودروسازی کشور می‌شود و با عرضه خودرو در بورس کالا تحولات اقتصادی در این صنعت آغاز شده است. دو هفته قبل خودروی پژو 207 یکی از خودروهای پرتیراژ ایران خودرو در بورس کالا عرضه شد. تعرفه‌های جدید صادرات محصولات جالیزی ابتدای بهمن امسال اعلام و 6 ماه بعد اعمال می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت این اقدام به منظور اجرای قانون بودجه و جایگزینی محصولات جالیزی با محصولات اساسی انجام می‌شود. به گفته آقای شیراوند حداقل تعرفه‌ها 100% قیمت پایه صادراتی خواهد بود.
کشاورزانی که محصولشان را به امید صادرات تولید کرده اند، اما تصمیمات لحظه‌ای در 22 آبان ماه رشته های تولید و صادرات کشاورزان را پنبه می کند. قانونی که 24 ساعته اعمال شده بردارنش. وضعیت بازار مو خوب نیست، صادرات بسته. حال با گذشت 18 روز متصدیان کشاورزی از کاهش صادرات گوجه فرنگی سخن میگویند. عملا وارد پیک برداشت گوجه فرنگی داریم میشیم. خب یه حجم عظیمی از تولید رو باش مواجه هستیم. برای اینکه این مازاد رو بتونیم مدیریت بکنیم و عوارض صادراتی رو به 0.5% عوارض در واقع ارزش پای صادراتی که قانون بودجه سال 1401 مصوبه مجلس شورای اسلامی هست به این عوارض کاهش دادیم. از سوی دیگر کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند اگر قرار بر اعلام تعرفه است طبق قانون باید 6 ماه قبل اعلام شود. قانون میگه باید 6 ماه جلوتر هر عوارضی تعرفه ای چیزی بخوان اعمال بشه باید با تولید کننده، صادرکننده، وارد کننده و کشاورز گفته بشه. اینا در جریان نبوده. اگه 6 ماه قبل به اینا گفته شده اینا گوجه نمیکاشتن، گندم میکاشتن. و قانونگذار هم بر این موضوع سهه میگذارد. این رو تو بودجه مجلس پیشنهاد داد و تصویبم شد، این که حداقل 6 ماه قبل از این به اصطلاح اگر قراره که محدودیتی هم باشه اعلام بشه. اما متولیان مجوز اعمال این تصمیمات را به تبصره ذیل ماده 8 قانون بودجه می‌دانند. بر اساس اختیارات قانونی که وزارت جهاد کشاورزی داره با هدف تنظیم بازار داخلی این عوارض وضع شده. کارشناسان معتقدند تعرفه صادرات محصولات جالیزی کشاورزان را به سمت کشت کالاهای اساسی سوق داده و به عنوان یک نیاز مطرح است. میزانش به حدی باشه که انگیزه تاجر یا صادرکننده را از بین ببره. البته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به منظور جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی از اعلام تعرفه‌های جدید در فصل زمستان خبر می‌دهند. تو بهمن ما اعلام می‌کنه. بهمن ما اعلام بشه کی اعمال میشه؟ دیگه بر اساس قانون 6 ماه بعدش اعمال میکنیم. یکی از وارد کننده های در واقع مهم کالاهای اساسی در دنیا و منطقه هستیم. برای اینکه این ظرفیتی که ما خداوند بهمون داده 4 اقلیم رو مباید ببریم به سمت کالاهای اساسی که حتی در بحث صادرات برای ما صرفه اقتصادی بیشتری برای کشاورز داره. حالا باید منتظر ماند و دید ابلاغ تعرفه هر چند با تأخیر چقدر میتواند در افزایش تولید محصولات راهبردی مؤثر باشد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما. کارشناس هواشناسی برای شمال کشور بارندگی پیش بینی کرد. شدت بارش‌ها در بخش‌هایی از این منطقه احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر رو در پی داره. برای ساعت‌های آینده بارندگی رو در بخش‌های شمالی کشور خواهیم داشت. شدت بارش‌ها در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان اتفاق می‌افته که به سبب این احتمال روان آب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی پیش بینی میشه. هشدار هواشناسی هم در این مورد صادر شده. به همراه بارش‌ها بارش برف رو هم در مناطق شمالی کشور خواهیم داشت. برای ارتفاعات بارش به صورت برف هستش. اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی پیش بینی میشه. تقاضا داریم مسافران تجهیزات زمستانی وسایل گرم کننده رو به همراه خودشون داشته باشن. همینطور کاهش دمای 4 تا 8 درجه هم در بخش‌های شمالی کشور اتفاق می‌افته که خطر یخزدگی محصولات کشاورزی رو به همراه داره و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخش‌های شمالی کشور هم پیش بینی میشه. در جاده‌های کوهستانی و ارتفاعات کولاک برف رو خواهیم داشت. مه غلیظ کاهش شدید دید رو در مناطق کوهستانی هم سبب میشه. با افزایش سرمای هوا نمودارهای مصرف گاز در کشور نیز افزایشی است. شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز مشترکان خانگی و تجاری باید در شیوه های استفاده از گاز دقت بیشتری داشته باشند تا فصل سرد بدون محدودیت سپری بشه. در این باره گفتگو میکنم با رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران از مرکز کنترل گاز. آقای جولایی سلام بر شما. بفهمید الان میزان مصرف گاز چه عددی رو نشون میده و کدوم استان‌ها هم اکنون بیشتر میزان مصرف رو به خودشون اختصاص دادن. سلام آقای زوریان، وقت شما و بینندگان محترم بخیر باشه. خب همونطور که در گزارش قبلی هم شما اعلام فرمودین ما از هفته گذشته با کاهش دما مواجه بودیم. تقریبا از هفته گذشته تا الان 20% به مصرف خانگی تجاری ما در مصرف گاز ما افزایشی بوده. پیش بینی مونم این هستش که تا انتهای هفته با توجه به حداقل کاهش 4 درجه‌ای که در وضعیت دما داریم
حدوداً 20% دیگه به مصرف گاز افزایش بده کنم که در اسلاید پشت سر من هم ملاحظه می‌فرمایید مصرف گاز هم همین رو نشون میده. طی از چند روز آینده مصرف گاز حالت شیب سعودی خواهد گرفت و تقریبا الان حدوداً 60% مصرف گاز ما در بخش خانگی مصرف میشه، احتمالاً این عدد به حدود 70-75% خواهد رسید که سهم بسیار زیادی برای مصرف گاز هستش. با توجه به وضعیتی که در شمال کشور داریم، در واقع وضعیتمون به این صورت هستش که همونطور که در صفحه هم ملاحظه این فرمایید، ما در نواحی شمال شرق و شمال غرب کشور افزایش مصرف گاز رو پیش بینی کردیم. تا الان خب سعی شده که با استفاده از ظرفیت خطوطمون و حداکثر سازی تولید گاز بتونیم این منابع رو جبران کنیم و خوشبختانه تا الان افت فشار و یا قطعی و دهیش کدوم از نقاط نداشتیم، ولی خب طبیعی هست روند افزایشی به گونه ایه که پیشبینی های ما رو نشون میده که خب این عدد به یه رقم بالای 600 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید که خب این فشار زیادی رو به شبکه گاز کشور اعمال خواهد کرد. خیلی متشکرم آقای جولایی، رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران. افزایش آلودگی هوا با افزایش مصرف بنزین. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور میگوید به علت مصرف بالای بنزین، بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها بلافاصله بعد از تولید با همان دمای بالا به جایگاه‌های سوخت منتقل می‌شود. به گفته آقای نواز، بخشی از این بنزین در مسیر انتقال به جایگاه‌های سوخت تبخیر می‌شود که هم زیان جایگاه‌های سوخت و هم افزایش ورود بخارات بنزین به هوا و آلودگی آن اون رو در پی داره. پیشتر سازمان حفاظت محیط زیست از تبخیر روزانه 300 هزار لیتر بنزین در کشور خبر داده بود. مصوبات رو هم نگاه کنید، دستور عملای وزارت نفت رو دمای 60 درجه دمای ایدئال هست، ولی بارگیری ها در مخصوصاً استانهای گرمسیر با دمای بالاتری انجام میشه که جایگاه‌داران معتقد هستن که در واقع با کسری و بخارات بیش از اندازه بنزین روبرو هست. اما آب و هوای مطبوع کیش در نیمه دوم سال این جزیره رو به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل کرده. جزیره مرجانی که با انواع جاذبه های تاریخی و تفریحی سالانه 2 میلیون مسافر رو به خودش جذب میکنه. این روزها با آلودگی شهرهای بزرگ به مقصد گردشگری پاییزی تبدیل شده. کیش یکی از شهرهای پر اکسیژن و پاک جهانه. منطقه گردشگری با آب و هوای مطبوع بهاری در دل پاییز و زمستان. از کجا اومدی؟ از تهران. تهران. اینجا میزبان مسافران خارجی هم هست. کردستان. خیلی خوش اومدی. ممنون. خیلی خوش اومدی. کردستان عراق. بله. زنده باشیم. کیش رو چرا انتخاب کردی؟ والا کیش یکی کلا شوی نخوشکانی ایران. اما جگل گروپی هاوری هاتوینو گشتی که خوش بکنیم با ایرانو براسی جایی که زوزر خوشی هیا. اما لکردستان و لگل گروپی که گشتیاری هاتینا کیش جایی که زوزر خوشی هیا و کشی که تایبتا بجنی ارکم با هر کسی که لکردستانا با جاری کش به سردانی کیش بکات. از کجا اومدی؟ از عراقی. جزیره کیش رو چطور دیدید؟ آب و هوای زور خوشه. ویژگی های زیادی مسافران رو جذب کیش کرده. فوق العاده هوای تمیزی داره و تمیزه، اصلا کلن شهر تمیزیه، مردم خونگرمی داره نسبت به تهران که اینقدر شلوغی و آره آب و هوای آلوده، یعنی واقعا اینجا یه حس خوبی به ما دست داده، لذت بردیم. کیش شهر بسیار زیبا، آرامش بخش. پاراسل سباه شدم، تفریم، دریا رفتم و هم دو ماسه بازی کردم، در شنام کردم، خیلی کیف داد. نظم خیلی خوب توی رفت آمد و مواردی که داشت و امنیتی که وجود داشت واقعا. تهران هوا سرد داری؟ اینجا چطوره؟ اینجا هوا عالیه، خوبه. بابا خواهرش هم میکنیم اینجا اومدیم باز آستین کوتاه میگردیم. اونجا کاپشن میپوشیم. اونجا کاپشن میشیم. بله بله بله. دعوت میکنیم از مردم ایران بیان کیش، بستنی بخورن، نوشیدنی دیگه بخورن، لذت ببرن. رحمتی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش. حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت تکذیب شد. از حوالی ظهر امروز توزیع بنزین در برخی جایگاه‌های سوخت در مشهد و تهران متوقف شده بود. پیگیری خبرگزاری صدا و سیما از مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشون میده که علت این مشکل مربوط به اختلال در سامانه پشتیبان کارتخوان‌ها
یکی از بانک‌ها در جایگاه‌های سوخت بوده و ارتباطی به سامانه هوشمند سوخت ندارد. آقای صادقی تأکید کرده که این اختلال سراسری نبوده و پس از نیم ساعت برطرف شده است. نخبگان ایرانی موفق به تولید دستگاه برشی در اندازه کوچک شدند که در تولید ریزتراشه‌های حوزه‌های مرتبط با زیست فناوری کاربرد دارد. این محصول از ویژگی‌هایی چون دقت و تکرارپذیری بالا و ابعاد بهینه برخورداره و برای ساخت تراشه‌های ریز کانال‌ها استفاده میشه. این کانال‌ها دارای کاربردهایی در حوزه‌های زیست پزشکی است. این نخستین دستگاه برش در اندازه بسیار کوچکه که با ساخت اون ایران در رده کشورهای دارای این دانش فنی همچون آلمان قرار گرفت و می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کند. کتاب گردان به تو مینازد در ویراست جدید منتشر شد. این کتاب کاری از انتشارات روایت فتح است که زندگی شهید مدافع حرم شهید قدیر سرلک را روایت کرده است. شهرک رضویه در جنوب شرق تهران و مسجد 72 تن. پایگاه بسیج شهید عربی این مسجد حالا زبان زد است. مثلا ایشون میگفتن ما از پایگاهمون حتی دانشمند هسته‌ای داشتیم. 20 تا روحانی داشتیم. جایی که شهید قدیر سرلک را از 5 سالگی جذب خود کرد. شهیدی که به اخلاق خوش با خانواده و دوستانش زبان زد بود و از نوجوانی به سراغ ورزش و یادگیری فنون رزمی رفت. با کسی که رزم داشتش در حقیقت بعد از اینکه پیروز میشد بغلش میکرده، باهاش روبوسی میکرده، محبت داشته که تلخی باخت رو از ذهن طرف پاک بکنه. کتاب گردان به تو مینازد روایتی مستند از سرگذشت جوانی است که دغدغه‌های متفاوتی داشت. چون رشتهشون هم برق بوده، تمام برق کشی های ساختمون ها رو خودش انجام میداده. هر جا مثلا اطلاع میدادن که مثلا فلان خانواده برق ساختمونشون مشکل پیدا کرده یا کار بنایی داره، سری خودشو میرسونده و خودش مثلا آستینشو بالا میزده و کارهای سیمانکاری و اینجور چیزها رو انجام میداده. فرماندهی که برای خدمت رسانی محله محروم را انتخاب کرد. خیلی جوانها رو جذب این فعالیت‌های فرهنگی می‌کردن. حتی مثلا بچه‌هایی که سر کوچه وقتشون رو به بتالت می‌گذروندن، اینا رو برمی‌داشتن مثلا جذب می‌کردن، باهاشون ارتباط دوستانه داشتن. و مسیرش تا سوریه ادامه یافت. توی سوریه تونسته بودن نیروهای مسیحی در حقیقت سوریه رو، بله، اقلیت‌های مذهبی رو جذب دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها کنن. نویسنده برای تهیه این کتاب به سراغ دوستان و خانواده شهید سرلک می‌رود و حاصل آن کتابی می‌شود که نگارش آن حدود 2 سال طول می‌کشد. چند ساعتی می‌شد که خودش را میان پتو پیچیده بود، سرش را بلند کرد، آهی کشید و نشست. انگار منتظر یک اتفاق بود، اما نمی‌دانست چه چیزی دلش را اینقدر بیتاب کرده. داستان یک بسیجی مدافع حرم که در 32 سالگی به شهادت رسید. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما. دومین محموله 16 تنی مواد اولیه آنتی بیوتیک ترخیص و به صنایع داروسازی کشور تحویل داده شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت 10 روز پس از آزادسازی محموله قبلی این محموله نیز ترخیص شد. با این مواد اولیه حدود 6 میلیون واحد آنتی بیوتیک تولید می شود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از فعالان حوزه دارو نیز خواست موانع فرایند ترخیص و خروج مواد اولیه را به دادگستری استان اطلاع دهند. در یکی از شهرهای کویری خاویار تولید می شود. آن هم با 1/3 دوره پرورش نسبت به دریا. گزارشی ببینید از سبزوار. روستایی رو با سرپوش سبزوار، اینجا چند سالیه کار پرورش ماهیان خاویاری آغاز شده. 3 گونه سیبری، فیل ماهی و اوزنبرون کار میکنیم. تولید سالانمون سال 15-20 تن گوشته و 150 تا 200 کیلو هم خاویار. گونه فیل ماهی هستش که الان حدوداً 6-7 سال عمرشون هستش و برای 4 سال دیگه آماده استحصال خاویار هستن. و امروز برای نخستین بار در خراسان رضوی کار استحصال خاویار در مزرعه آقای هواخواه انجام شد. قابلیت صادراتو داره خاویار این مجموعه.
با کیفیت گرید A هستش. ما در سبزوار 5 مزه خاویار داریم با ظرفیت تولید 60 تن گوشت خاویار و 1.5 تن هم خود خاویار که امروز برای اولین بار تولید خاویار در دل کویر امروز استحصال داشتیم. پیش بینی تولید اون امسال 250 کیلو خاویاره. پرورش ماهیان خاویاری در 22 استان کشورمون در حال انجامه. در امسال برنامه ریزی کردیم با پتانسیل هایی که در استانهای مختلف شناسایی کردیم، یه بسته در واقع سرمایه گذاری دومی رو در واقع طراحی کردیم که در این برنامه هم در یه بازه زمانی 10 ساله رسیدن به 20,000 تن گوشت و 140 تن خاویار رو در واقع بارگذاری بسته سرمایه گذاریش رو تهیه کردیم که در واقع سرمایه گذاران مختلف بخوان بیان میتونن وارد بشن. در کنار این مزارع، مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در دست احداثه. حدود 4 میلیارد تومان اعتبار دولتی گرفت برای زیرساختاش، حدود 36 میلیارد تومان هم تسهیلات پرداخت شده و بخش خصوصی داره کار میکنه. امیدوار هستم که با سرعت کار پیش بره و ما در همین امسال قبل از پایان سال بتونیم بهره برداری از این مجتمع رو شروع کنیم. ایجاد مرکز استحصال خاویار حلقه نهایی زنجیره تولید ماهیان خاویاری در سبزواره. دوره پرورش ماهیان خاویاری در دریا حدود 17 ساله که این میزان بسته به نوع ماهی خاویاری در سبزوار حدود 5 تا 10 ساله و این یعنی یک مزیت برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در این شهرستان. محمود درقدمی، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس جمهور برای احیای واحدهای راکد تولیدی گفت این موضوع تبدیل به یک طرح شده و از پارسال تا کنون 2000 واحد راکد احیا شده است. در حوزه تامین مالی که خیلی از کسب و کارها باش مشکل دارند، ما دو تا کار رو با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هم شروع کردیم. یکی از اینها که بسیار اهمیت داره تامین مالی زنجیره‌ایه که بهره وری منابع مالی رو حداقل 40% افزایش میده. این کار از سال پیش آغاز شد، الان هم سرعت خوبی گرفته، بعد این رو تقویت کنیم. یا اینکه به دنبال این باشیم که انحراف منابع بانکی از بخش تولید اتفاق نیفته، یعنی کسی نیاد به عنوان تولید کننده تسهیلاتی رو بگیره اما بره در یه جای دیگه هزینه بکنه. اینا کاری که داره انجام میشه. تأمین 6600 میلیارد تومان منابع مالی در صندوق ملی مسکن. مدیر عامل صندوق ملی مسکن با اعلام این خبر گفت در تلاشیم همه منابع پیش بینی شده در قانون برای صندوق ملی مسکن محقق شود تا تأمین مالی نهضت ملی مسکن شتاب گیرد. قطعا بخش دیگه از منابع هم به صندوق منتقل خواهد شد، مثل مالیات های خانه های خالی یا خانه های لوکس و سایر منابعی که در قانون پیش بینی شده برای بخش مسکن هم به زودی به سمت صندوق ملی مسکن هدایت خواهد شد. این روزها خلیج گرگان میزبان پرندگان مهاجره. این پرندگان فصل زمستان رو در این منطقه سپری می کنند. از سرزمین‌های شمالی میان، کشورهای اروپایی به ویژه سیبری. پرندگان مهاجر بعد از چند هزار کیلومتر پرواز مهمان خلیج گرگان میشن. فلامینگوها اومدن، اگرت‌ها اومدن، مرغابی‌ها یه مقدارشون اومدن، قرقاز اومده، همون باکلان، در واقع کشیم‌ها اومدن، کنارابزی‌ها مثل آبچلیک‌ها اومدن. هر سال 40-60% گونه‌های مهاجر در حاشیه شرقی خلیج گرگان مستقر میشن، اما یک زنگ خطر در این زیستگاه. شاید کسی باور نکنه یه روزی با چکمه بتونی بیای وسط کانالی در خلیج گرگان قدم بزنی و این عامل باعث تخریب زیستگاه این پرنده‌ها شده. به همین دلیل فعلا تعدادشون کمتر از مدت مشابه سال قبله. البته خطرات دیگه هم این میهمانان رو تهدید میکنه. شکار غیر مجاز که توسط افراد سوجو صورت میگیره. هرچند میزبان دغدغه داره آب توی دل مهمان تکون نخوره. هر گونه تخلف ببینیم شایدن برخورد میکنیم و هر گونه کومه و کلکی رو توی منطقه مشاهده کنیم تخریبش میکنیم. حضور این مهمانان میتونه فرصتی باشه برای لذت بردن از زیبایی های طبیعت.
کیف میکنم این پرنده رو میبینم. فرصت خوبیه که علاقمندانی که میخوان برای حوزه پرندگی تشریف بیارن ما امکانات بدیم، کارشناس در اختیارشون قرار بدیم، بین از این فضا استفاده بکنن و اطلاعات علمی خودشون رو بالا ببرن. هر ساله بین 200 تا 300 هزار قطعه پرنده مهاجر در استان گلستان سرشماری میشن. این پرنده ها تا اوایل بهار مهمان ما هستند، مراقبشون باشیم. اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج گرگان.